نوید خوش. شرکت هوایی افق شرق برای اولین بار پروازهای کابل غزنی و غزنی کابل را هفته یک بار بر روزهای چهارشنبه اجرا و عملی می نماید. مسافرین محترم می توانند تکت های خیش را از دفتر مرکزی شرکت واقع سرک 11 وزیر اکبرخان و تمام تراول اجنسی های شهر به دست بیاورند. شماره های تماس 0780-388-775 و یا 0797-71-71-70. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. سلام بر شما و وقتتان بخیر. به مهمترین ها از یک خوش آمدید. سرخط خبرها. مدارک به دست رسیده به تلویزیون یک. ریخته شدن هزاران رأی تقلبی به سود نامزدان در روز انتخابات. هشدار کمیسیون شکایت های انتخاباتی: اگر به شکایت ها رسیدگی نشود، مشروعیت انتخابات زیر سوال می رود. و بیش از 90 هزار تنی که در کانکور به تحصیلات عالی راه نیافتند، منتظرند سرنوشتشان روشن شود. در این نیم ساعت خبری من رئوف اجمل با رامین سالک در بخش ورشی با شما خواهیم بود. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی هشدار می‌دهد اگر به تقلب‌های صورت گرفته در انتخابات رسیدگی نشود، انتخابات مشروعیت نخواهد داشت. همزمان با این، کمیسیون مستقل انتخابات کارمندانش را که در تقلب دست دارند به دادستانی معرفی کرده است. بشیر احمد قاسانی گزارش می‌دهد. اما سه سیاسی مردم افغانستان اکنون با پرسش‌های تقلب روبرو است. میلیون‌ها شهروند کشور 16 عمل برای گزینش رئیس جمهور آینده و پای صندوق‌های رأی رفتند، اما اکنون کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی از وجود تقلب در این روند سخن می‌زند و نیز از اقدامات جدی در این زمینه خبر می‌دهد. رئیس صاحب ولایت شاید شوی زایم شاید نه تقلب شوی به انتخابات د قانون نقض شوی د انتخابات او دا تقلب شاید کم هم نوی نرازی منگا ولی پدی بانه اعتراف نکو چه بلی و در غلی شوی تقلب شوی خو منگ جمنی و متعهدی و چه دا پاک. تا آنوز بیش از 3000 شکایت در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 16 عمل به ثبت رسیده است. 4 روز از برگزاری انتخابات می گذرد. اکنون هشدار داده می شود در صورت کارهای تقلبی از آرای شفاف جدا نشود، مشروعیت انتخابات با پرسش روبرو خواهد بود. اگر آرای خراب، آرای بد، آرای تقلبی از آرای واقعی جدا نشد، جدن مشروعیت انتخابات زیر سوال می رود. و اگر پاکش کردیم، هیچ اثر نداره بر مشروعیت انتخابات کوتاه. تا هنوز 772 شکایت درباره کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات که طرف واقع شدند به ثبت رسیده است. با کارمندانی که در تقلب دست داشتند چگونه برخورد خواهد شد؟ اگر یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات در تخلف تخطی اگر شامل شوه یا متهم شوه، معرفیش میکنیم به چارنوالی باز اونجا خود پاک کنه. قرار است در چند روز آینده نتایج قسم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی اعلام شود. کمیسیون مستقل انتخابات نیز از نامزدان و عادارانشان می خواهد تا از پیشداوری ها در باره نتایج انتخابات خودداری کنند. بازم ما از هموطن عزیز خودی خواهش دارم، مخصوصا از کاندید صاحبای محترم ریاست جمهوری که برای نفرای خود بگویند که از می نشر بعضی احصایه های که تالر دقیق نیست، درست نیست، جلوگیری بکنن. انتخابات افغانستان با استقبال گرم جهانیان روبرو شده است. اکنون دیده شود که کمیسیون های انتخاباتی چگونه به تقالب های صورت گرفته رستگی خواهند کرد. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان 2600 مورد تخلف و تخطی را در روز انتخابات ثبت کرده است. اما این نهاد انتخابات 16 حمل را نسبت به انتخابات های پیشین در افغانستان بهتر می داند. سجاد محمدی با جزئیات بیشتر.
چشمدید 9500 مشاهد بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از روز انتخابات، ثبت 2600 مورد تخطی و تخلف، یافته هایی از وجود مشکلات در روز رایدهی، اما کمتر از انتخابات های پیشین. پر شدن صندوق ها به گونه غیر قانونی در 140 محل در ولایت های اروزگان، غور، بادغیس، بغلان، پروان، هرات، بدخشان و کندهار. رایدهی افراد زیر سن در 998 محل در ولایت های تخار، هرات، بغلان، کابل و بدخشان. رایدهی مردان به جای زنان در 507 محل در ولایت های پکتیا، پکتیکا، غور و ننگرهار. و بسته شدن 437 محل رایدهی بر اثر تهدید مخالفان مسلح در ولایت های لغمان، ننگرهار و غور. فیفا که چند انتخابات گذشته را نیز نظارت کرده، اما انتخابات 16 حمل را از بهر حضور گسترده مردم، امنیت خوبتر و میزان کمتر تخطی ها و تخلف نسبت به دو انتخابات پیشین بهتر می داند. زمانی که پروسه و مخصوصا کمیسیون سمی شکایات انتخاباتی و کمیسیون انتخابات معلومات لازمه، بر اساس معلومات لازم اقدام بکنن و در اون مواردی که اگه صندوق پر شده اونا را قرنطین بکنن، مورد ارزیابی قرار بدن و بعد از تشخیصی که موارد مشکوک از آرا در اون صندوق ها باشه اونا را از آرای غیر مشکوک جدا بسازن، نمیتونه در نتیجه انتخابات تاثیر داشته باشه. مشکل در کیفیت رنگ در 259 محل، کمبود برگه های رایدهی در 759 محل رایدهی در ولایت های کابل، پکتیا، هرات، بغلان، غور و ننگرهار، موجودیت آثار تبلیغات نامزدان در 996 محل، باز شدن 2305 محل با تأخیر و دیرتر بسته شدن 1728 محل از زمان تعیین شده از دیگر یافته های این گزارش است. با این حال، چگونه می شود که این انتخابات را موفق دانست؟ دغه دو مرحله چې یو د نتایجو د جمعواری او اعلان د ابتدایي نتیجې مرحله ده چې مسایل د قرنطین او بررسیانې په مد نظر برخه کې دي، او همداسې د شکایاتو مرحله ده چې کمیسیون د شکایاتو بیا ډېر نقش لري. که دا دوه مرحلې په خیر ښه تیرې شي او د اوچته مشروعیت لرونکي اوسي، موږ ډاډمن یو چې دا انتخابات به تر ټولو کامیاب انتخابات په افغانستان کې اوسي. انتخابات 16 حمل امسال نسبت به انتخابات ریاست جمهوری 1388 در داخل و خارج کشور ستایش های را به همراه داشته است. اینکه اما این ستایش ها پس از 24 ثور هم ادامه خواهد داشت، به دنبال اعلام نتایج نهایی روشن خواهد شد. از سوی هم تلویزیون یک بند نوارهای تصویری دست یافته که نشان می‌دهد در روز انتخابات به سود شماری از نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی هزاران رأی تقلبی به صندوق‌ها ریخته شده است. قیام نوری این موضوع را دنبال کرده است. ظاهراً خیلی سرگرم تقلب هستند. آنقدر سرگرم که شاید متوجه نیستند یکی از دوستانشان در گوشه دیگر این اتاق از جریان این کارشان فیلم می‌گیرند. ظاهرا این فیلم در ولایت کندهار ثبت شده. بیشترین رای را به سود دکتر اشرف غنی احمدزی از نامزدان ریاست جمهوری می‌ریزند. اما گاه گاهی دکتر عبدالله و گلاغا شیرزایی را نیز از یاد نمی‌برند. یکی از اعضای ستاد انتخاباتی اشرف غنی اما این نوار تصویری را جعلی می داند. یکی دو روز پیش هم این برگه های رایدهی که بیشترشان به سود یک نامزد خاص استعمال شده در منطقه کیلگه ولایت بغلان به دست آمد. ادعایی که باشنده های منطقه کیلگه می کنند، شما می بینین که به نام یک فرد مشخص منطقه زورابی کیلگه، شما می بینین که به نام یک فرد مشخص این اوراق نشانی می شه و مشت نمونه خروار است. در اینجاها که آرای تقلبی به کار رفته، در دیگر بخش‌های کشور هم به دور از امکان نیست. اما کمیسیون شکایات انتخاباتی چگونه با این تقلب‌ها و تخلف‌ها برخورد می‌کند؟ کمیسیون شکایات انتخاباتی تمامی شکایات‌ها و تخلفات انتخاباتی را به شکل علنی در حضور رسانه‌ها، نمایندگان احزاب سیاسی و همچنین هر کسی که علاقه‌مند بود، ما با شکایت ها رسیدگی کردیم. در آینده هم این رسیدگی ها در حضور همه و به شکل علنی انجام خواهد شد.
به باور آگاهان شفافیت در انتخابات کشور را به سوی خوشبختی میکشاند. درست همان گونه که نتایج پرتقلب انتخابات افغانستان را به سوی یک بحران تازه خواهد کشاند. در این حال باشنده های کابل از نهادهای برگزار کننده انتخابات میخواهند تا به انتخاب آنها ارج گذاشته و تقلب و تخلف های انتخاباتی را به گونه جدی بررسی کنند. همکارم نظرالدین مسلی سری زده به شهر کابل و این گزارش را آماده کرده است. کابل پایتخت کشور، به دنبال شهروند ناداری هستیم که در انتخابات رای داده باشد. چشمم به این مرد میافتد، کسی که میگوید از پگا تا بگا شغلش همین است. کهندوزی. نخواست از او پرسیدم رأی داده است یا نه. پاسخش بلی است. سپس خواست او را از رئیس جمهور آیندهش پرسیدم. او از صبح تا کنون تنها 5 افغانی به دست آورده است و این فقر در میان شهروندان به یک فرهنگ مبدل شده است. فرهنگی که همه را زمین گیر ساخته و قصه های زندگی این مرد همه را متحیر می کند. ما رأی دادیم که هر کسی که رئیس جمهوری ببره بخیر مبارک باشه برایش. اول دوم ما آرامش میخواییم، سول و آتش بس میخواییم، کار میخواییم از مردم، از این دولت. او کنون در تلاش یافتن فرد دیگری از این دست هستیم. ظاهراً به نظر میرسد که این هم یک از میلیون‌ها واجد شرایط رای دهی که در انتخابات به پای صندوق‌های رای دهی رفته است میباشد. چشمان، چهره خسته و دستان ترکیده‌اش حکایت از یک زندگی تلخ میکند. او پیش از این که بگوید رأی داده است یا نه، از قصه تلخ دوران طالبان حکایت میکند و از گلوله های طالبان که به پایش اصابت کرده است. حالا او از کمیسیون مستقل انتخابات خواستار اعلام نتایج عادلانه و شفاف و بدور از معامله های سیاسی نسبت برای خود است. ما که رأی دادیم میخواهیم که بدر یک پادشاه عادل، یک آدم درست که قدره ما معامله باد نکنند، دیگر کنند رأی ما در اصل جایش برسه، باید که به درد تمام جامعه و مسکین بخورد. پس از گفتگو ساعتها انتظار کشیدم تا کارفرمای او را ببرد، اما هیچ کسی به دنبال او نمی آید، در حالی که هنوز هم بی‌صبرانه در انتظار کارفرما هست. حال باید به دنبال یکی دیگر از شهروندان بروم و ببینم تا چی انتظار از کمیسیون‌های برگزار کننده انتخابات و رئیس جمهور آیندهش دارد. من باز هم دومره غواړو چې رئیس صاحب که حق در تور که پوش به مداخله و نشی پکی سایی پاورورگری طول خبر خلاصی. او 10 سال می شود در اینجا در نزدیکی سرای شهزاده کابل بر سر همین پل کتاب فروشی می کند. شهروندان در حال با رفتن به پای صندوق های رای دهی خواستار تغییر زندگیشان هستند که بسیاری از شهروندان در فقر به سر می برند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و حامیانشان میخواهد تا به کار کمیسیون‌های انتخاباتی احترام بگذارند. در همین حال مقام‌های آمریکایی از پشتیبانی این کشور برای برگزاری انتخابات افغانستان در صورت رفتن به دور دوم تاکید می‌ورزند. ستایش واشنگتن از مردی که برای نخستین بار در کشور چون افغانستان به یکی از جانشینان احتمالی‌اش رأی داده است. اشتراک گسترده مردم در انتخابات و توانایی نیروهای امنیتی افغانستان در تامین امنیت این روند از موفقیت هایی است که مشمول کارنامه های رئیس جمهور کرزی می شود. امتیاز زیاد را برای رئیس جمهور کرزی قائلم که اعضای کمیسیون را گماشت، کارها را بر بنیاد مقررات به پیش برد و برگزاری انتخابات را ممکن ساخت. با همه اینها هنوز سرنوشت موافقتنامه امنیتی که پنداشته می شود روابط میان حامد کرزی و واشنگتن را تیره تر از پیش ساخته روشن نیست. شاید از این رو مقام های امریکایی در هر موضوعی پایین معضل حل نشده را هم به میان می کشند. حتی در ابراز حمایتشان از انتخابات افغانستان و نیز احتمال رفتن این روند به دور دوم. اگر انتخابات به دور دوم برود، جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا از آن حمایت خواهند کرد. از همین رو اگر افغانستان آمادگی نشان بدهد، چه فردا باشد یا پس فردا، ما برای امضای موافقتنامه امنیتی آماده ایم. اما هنوز زود است که پنداشت انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم می رود. باید با حوصله‌مندی انتظار اعلام نتایج نهایی انتخابات را کشید. هنوز کارهای زیاد مانده است. برگه‌های رای دهی باید شمارش شوند و به شکایت ها رسیدگی صورت گیرد و کمیسیون های انتخاباتی باید در همکاری با هم کوشش کنند تا نتایج را به گونه شفاف و در زمان معین اعلام کنند. قرار است که نتایج ابتدایی انتخابات در 4 صفر سال روان اعلام شود.
هرچند هواداران نامزدان از امین اکنون آماری از این نتایج را در شبکه‌های اجتماعی پخش کردند، چیزی که نگرانی نهادهای برگزار کننده انتخابات را به همراه داشته است. هرچند وزارت تحصیلات عالی اعلام کرده که این بار آزمون کنکور در کشور بی‌نتیجه‌ای ندارد، اما پس از اعلام این نتایج همچنان شماری از بی‌نتیجه‌های این آزمون در پشت دروازه وزارت تحصیلات عالی کشور به دنبال روشن شدن سرنوشتشان هستند. زکریا حسنی. از بامداد امروز تا کنون که ظهر شده است در اینجا ایستادند. گرچه نتیجه آزمون کنکور سال 1392 اعلام شده است، اما تا کنون اینان در پشت دروازه وزارت تحصیلات عالی به دنبال نتیجهشان می‌گردند. امید دارند که سری نخی به دستشان آید، یا ناکام یا کامیاب. مشکل به دیگر چه ما تا هیچ جواب نراکه، یعنی زده سی پیگر کنم چه ما ایسی امتحان ندور کرده. شمار دیگر ادعا می‌کنند که گرچه در آزمون کنکور نمره‌های بلند گرفتند، اما با آن هم بی نتیجه ماندند. اینان لپتاپی با خود آوردند که در آن صفحه اینترنتی نتایج کنکور باز است. نامشان را در آن مشخص کردند و آن را می‌خواهند به مسئولان نشان دهند تا آنان نیز ببینند که ادعایشان درست است. ما 270 نمره گرفتیم و فرچه ما وقتی بر ما خویش دی چاس خمرست داش جواب را نکوه است. چمور دی باید مرسر سو کی 297 نمره گرفتیم. انتخاب اول حقوق بوده، انتخاب دوم فارمسی و پایین ترین جذب حقوق نمره پایینش 292 نمره است که ما را در انتخاب نداده و عین انتخاب چهارم نداده. وزارت تحصیلات عالی اما این گونه چالش ها را عادی خوانده و شماری از این ادعاها را میپذیرد. وزارت تحصیلات عالی برای هر دو طلب امتحان کنکور ما که چنین مسائل را داشته باشه، یعنی از لحاظ تکنیکی برش جواب میگه. از سوی هم این وزارت باورمند است برای کسانی که نمره های بلند گرفتند ولی با آن هم بی نتیجه ماندن راه حلی دارد. کمیسیون از هیئت ریاست امتحانات کنکور وزارت از سر از روزی شنبه آغاز به کار میکنند تا یک ماه بر تمامی درخواستی هایی که یا عرایضی که وجود داشته باشه شکایات ما رسیدگی میکنیم. این گونه چالش ها همه ساله در کشور بعد از اعلام نتیجه آزمون کنکور گریبان دانش دوستان را گرفته است. این بار نیز گرفت، اما اینان امید دارند که سال آینده با روی کار آمدن حکومت جدید دیگر با این گونه چالش ها روبرو نگردند. پس از برگزاری انتخابات، علاقمندی بازرگانان برای سرمایه گذاری در کشور افزایش یافته است. آمارهای وزارت تجارت و صنایع نشان می‌دهد که اکنون نسبت به یک هفته پیش از انتخابات گرفتن جواز بازرگانی و تمدید آن بیش از 20% بیشتر شده است. تمیم شهیر با جزئیات بیشتر این خبر. از این بر سرمایه گذاری ها کاروبار بازرگانی نیز پیش از انتخابات توقف داشت. حتی موترهای باربری اجازه ورود به شهر کابل نداشتند. پاکستان و ایران نیز سرحداتش را در روز انتخابات بسته نگه داشته بودند. ما امیدوار هستیم که با شروع شدن وضعیت نرمال و پس حالت عادی اینمی وضعیت هم خوب شود. انتخابات از آنچه تصور می رفت و خوبی گذشت. حالا ترانزیت و بازرگانی در بخش‌های مواد نفتی و دیگر بخش‌ها به حالت عادی برگشتند. علاقمندی بازرگانان نیز برای گرفتن جواز در این بخش‌ها بیشتر شده است. جوازهای تجارتی که می‌گیرند مربوط به وزارت تجارت است که ما می‌تونیم حداقل در بعد از انتخابات، بعد از روز یک شنبه نسبت به یک دو هفته پیشتر، ما اگر اشتباه نکنیم 20% یا بیشتر از او درخواستای داشتیم به خاطر عقص جواز و یا تمدید جوازهای تجارتی که این خود نماینگر امید است. عبدالله اکنون کاروبار خوب دارد. نفقه خانوادهش را از زمین کراچی تامین می کند. او در این بخش کابل دست فروشی می کند. بینه خوب است که شکر خداست همیشه یک چیز خدمتی خانه می برایم. سرمایه گذاری های بزرگ به ویژه در بخش معادن اکنون در انتظار روشن شدن نتیجه انتخابات و تصویب قانون معادن است. دولت و باشنده های کشور هم بر استخراج معادن چشم دوختند، زیرا از این بخش اقتصاد کشور در چرخش می افتد. برای بهتر شدن وضعیت بهداشتی در افغانستان نیاز به برنامه و کار بیشتر است. مشکلات عمده ای که در این بخش وجود دارد نبود تشخیص درست از فناوری ها و نیز وارد کردن داروهای بیکیفیت به افغانستان است. نظرالدین مصلح گزارش می‌دهد.
با آنکه گفته می شود وضعیت بهداشتی در افغانستان در مقایسه با گذشته بهتر شده است، اما شمار از بیماران هنوز هم ناچارند تا از ولایت‌ها به مرکز بیایند و یا هم به کشورهای همسایه بروند. داش روز اینجا بستر ماندم، پونیدگی می شود خارج کرد، پس پونیدم می دیم شلاقی پیدا کرد. کشور دیگه خود آدم، کشور دیگه کسی امران کنی دیگه یک کشور خود ماند که تدهی ما تا جوه که بشه کنم بریم کشور های دیگه. در این میان بسیاری هم بدین باورند که باید برای بهبود وضعیت بهداشت در کشور تلاش های بیشتر صورت گیرد، حتی پژوهشگان. یک تعداد از امراضی است که قابل تداوی در دیگه جای هستند، ولی اینجا نظر به مشکلاتی که اولا ما در بخش تشخیص داریم که امکانات تشخیص اینجا ضعیف است و بعد اگر تشخیص هم بتانیم و تشخیص شوه بازم باز امکانات تداوی هم بعد محدودیت ها داره اینجا. در اینجا از روز جهانی صحت بزرگ داشت می شود. همه سالا در این روز سازمان صحی جهان به یکی از مشکلات عمده بهداشتی در جهان می پردازد، چنان که در سال 2014 این روز را انتقال بیماری توسط حشرات نام گذاشتند. سازمان صحی جهان این روز را تحت نام انتقال امراض توسط حشرات و سایر نوعانی که سبب چالش ها در وضعیت صحی و اقتصادی مردم می گردد ملاریا و لشمانی از بیماری های هستند که مشمول این بخش می شوند و این بیماری ها در ولایت های شرقی افغانستان بیشتر دیده می شود، هرچند در مقایسه با سال 2002 72% در این بیماری ها کاهش به وجود آمده است. نوبت خبرهای ورزشی با رامین سالک. تشکر. دفتر ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان رسماً با حضور مقامات بلند رتبه دولتی و سرپرست این ریاست امروز گشایش یافت. پیش از این ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان در ساختمان ریاست تربیت‌بدنی و سپورت موقعیت داشت که پس از جدایی از بدنه این ریاست امروز به دفتر جدید نقل مکان کرد. شهر بیشتر باید تصویر می‌بینیم. دفتر جدید ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان با قطع این نوار گشایش یافت. در محفلی که به این مناسبت امروز در ساختمان جدید این ریاست برگزار شده بود، به شمول رئیس تربیت بدنی و سپورت، وزیران ترانسپورت و سعد سامان نیز حضور داشتند. سرپرست ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان اهداف اساسی این نهاد را پس از جدایی از بدنه ریاست تربیت بدنی و سپورت چنین ابراز کرد. هدف اساسی ما در نهایتش دستاورد است. پس به او خاطر در آجندای ما و در اولویت کاری ما رشد ورزشکارا، فراهم سازی نمودن زمینه برای رشد ورزشکارا، رشد اخلاقیات بهتر ورزشکارا، رشد سهمگیری و همچنان ورزش‌هایی که در خانه ما سهم دارن در اولویت کاری ما قرار داره. از سوی هم رئیس تربیت بدنی و سپورت نقش ریاست کمیته ملی المپیک را در رشد ورزش ارزنده می‌داند. برای رشد و ترقی سپورت افغانستان، ورزش افغانستان و همچنان گرفتن کسب مقام و مدال‌های متعدد از بازی‌های مختلف در بازی‌های المپیک با همکاری و همیاری از اینا انشاءالله که نصیب شویم. در آینده جامعه ورزشی ما و خصوصا کمیته ملی المپیک در مسابقات بین المللی دستاوردهای زیادی بر مردم افغانستان داشته باشه. این در حال است که معاون اتاق‌های تجارت و صنایع از همکاری هرچی بیشتر سکتور خصوصی در پیشرفت ورزش سخن می‌زند. من علاقه رو چې د خپل ورزشکارانو سره کومک وکړو، مرسته وکړو، د دوی د پاره د سپورت زمینه مساعده شي، زمونږ د پاره د افتخار ځای دی. قابل ذکر است که ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان قرار است تا دو هفته دیگر انتخابات پست ریاستی نهاد را با حضور نماینده شورای المپیک آسیایی و جهانی برگزار کند که فهیم هاشمی سرپرست این ریاست از آشناترین چهره های کسبی مقام به شما می‌رود. تیم فری فایت فدراسیون ورزش‌های رزمی برای اشتراک در رقابت‌های آسیایی این رشته کابل را به قصد پاکستان ترک کردند. این مسابقات از 13 تا 16 ماه جاری میلادی در شهر لاهور پاکستان برگزار می‌شود. شهر بیشتر ایدریس تیموری را می‌گویند. این رقابت ها با اشتراک ورزشکاران کشورهای هند، پاکستان و افغانستان از 13 تا 16 اپریل در شهر لاهور برگزار می‌شود. در این رقابت‌ها با نمایندگی از افغانستان 6 ورزشکار، یک مربی، 2 داور و یک هیئت اشتراک نموده است. در همین حال ورزشکاران از آمادگی لازم در این رقابت‌ها خبر می‌دهند. همگی آمادگی کامل خود داره. دیگه هیچ مشکل ما در
ورزشکاری که این بار به دور مسابقات پاکستان می رود هیچ کار مشکل ندارم. عریفای ما بسیار قوی است، بسیار سرخوز زحمت کشیدن، دقیقا ما بسیار زحمت کشیدیم، انشاءالله که برد از آن خود ماست. همه روزه تمرینات داشتیم، توکل به خدا دیگه امیدوار هستم انشاءالله. در 6 وزن هست و خودم مسابقه مرکزی را میکنم، از وزن 55 کیلو تا 90 کیلو فایتر داریم. گفتنیست یک ورزشکار کشور ما باز محمد مبارز در یک رقابت نفذگیر مرکزی نیز مبارزه میکند. تیم بخش های آزاد فدراسیون ورزش های رزمی افغانستان سه ماه پیش عضویت سازمان ورزش های آزاد را در پاکستان به دست آورد. پایان مجموعه خبری این ساعت از همراهیتان سپاسگزارم. شب خوش داشته باشید.